درخواست آنچلوتی از پرز این ستاره ناپولی را بخره. ناکامی بارسلونا در جذب مدافع آرژانتینی. جزئیات انتقال جانشین راموس در رئال مادرید مشخص شد. پوچتینو آینده امباپه نمیدونم. شش بازیکن در فهرست فروش رئال از آسنسیو، تامندی، اودگارد و غیره. کارلو آنچلوتی سرمربی جدید رئال مادرید از فلورنتینو پرز رئیس این باشگاه خواسته تا کوریدو کولیبالی ستاره ناپولی را به برنابئو بیاورد. پس از این که رئال مادرید سرخی راموس و رافائل واران را در هفته های اخیر از دست داد، حالا کارلو آنچلوتی از رئیس رئال خواسته تا به هر قیمتی که شده کوریدو کولیبالی مدافع تیم ناپولی را برای پر کردن جای خالی که در خط دفاعی سفیدها ایجاد شده به مادرید بیاورد. روزنامه ایتالیایی کالچو مرکاتو گزارش کرده است که کارلتو از پرس خواسته هر چقدر که لازم هست برای جذب کولیبالی هزینه کند. گفته می شود رقم این انتقال ممکن است به 60 میلیون یورو برسد. با وجودی که کولیبالی در 5 سال گذشته یک از بهترین مدافعان اروپا بوده است، برای باشگاهی که از نظر اقتصادی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند، این یک مبلغ قابل توجه برای بازیکن است که وارد 30 سالگی شده است. علاقه آنچلوتی با کولیبالی از دیرباز و زمانی که به عنوان سرمربی ناپولی مدتی را با این بازیکن سپری کرد ایجاد شده است. در زمان حضور آنچلوتی به عنوان سرمربی اورتون از او در مورد این بازیکن سوال شد و کارلتو گفت کولیبالی بهترین مدافع میانی جهان هست و تازه او فضای بیشتر برای پیشرفت دارد. ارزش او 156 میلیون یورو هست و غیر قابل انتقال هست. در حالی که سرمربی ایتالیایی علاقه زیادی به این بازیکن دارد، وضعیت مالی مادرید و تمایل ناپولی برای رد کردن خریداران علاقه‌مند به این معناست که عملی شدن این انتقال بعید هست. کریستیان رومرو مورد نظر بارسا بود، ولی این انتقال غیر ممکن به نظر می رسد. بارسلونا در بازار نقل و انتقالات به دنبال جذب یک مدافع هست. جدایی ساموئل امتیتی قطعی هست و کلیمن لانگله هم چندان مورد نظر رونالد کومان قرار ندارد. با وجود جذب اریک گارسیا، سرمربی هلندی معتقد است تیمش به یک مدافع خوبی دیگر هم نیاز دارد. برای این مهم بارسلونا به دنبال جذب کریستیان رومرو مدافع 23 ساله ملی پوش آرژانتینی باشگاه آتلانتا بود. طبق ادعای موندو دیپورتیوا گفتگوهای نیز انجام شد، ولی به نتیجه نرسید، چرا که بارسا رومرو را تنها به شکل قرضه میخواهد، ولی باشگاه ایتالیایی تنها به شرط دریافت پیشنهاد انتقال قطعی و با رقم خوب حاضر به صدور مجوز جدایی این بازیکن خواهد بود. رومرو که فصل قبل در سری آ خوش درخشید و در کوپا امریکا نیز بازیکن ثابت آلب سلسته بود، ارزش معادل 35 میلیون یورو دارد، ولی آتلانتا اخیرا حتی حاضر نشد پیشنهاد 50 میلیون یورویی تاتنهام را هم قبول کند. پرداخت چنین مبلغی برای بارسلونا غیر ممکن است و با این ترتیب رومرو را باید خارج از دسترس باشگاه کاتالونی دانست. دیوید آلابا ملی پوش اتریشی و تنها خرید تابستان رئال مادرید برای انتقال رایگان از باشگاه سابقش بایر مونیخ به رئال مادرید 17.7 میلیون یورو پاداش دریافت کرده است. نشریه آلمانی اشپیگل در روز جمعه جزئیات قرارداد آلابا با رئال مادرید رو نمایی کرد. جورج آلابا پدر بازیکن اتریشی به عنوان یک از وکلای وی 6.3 میلیون یورو از این انتقال دریافت کرده، در حالی که پینزاهاوی دیگر وکیل بازیکن اتریشی 5.2 میلیون یورو دریافت کرده است. دستمزد سالانه آلابا در رئال مادرید 19.47 میلیون یورو خواهد بود که قراردادش با رئال مادرید در سال 2026 به اتمام میرسد و رقم فسخ قراردادش نیز 850 میلیون یورو خواهد بود. اگر آلابا تا پایان قراردادش در رئال مادرید بماند 115 میلیون یورو دریافت میکند. دیوید آلابا این روزها به علت ابتلا به کرونا در تمرینات رئال مادرید حضور ندارد و به قرنطینه رفته است و حضورش در بازی دوستانه در مقابل میلان در روز 17 اسفند مشخص نیست، اما قطعا به اولین بازی لالیگای رئال مادرید مقابل آلاوز میرسد. با جدای واران و راموس به نظر میرسد که آلابا نقش کلیدی در ترکیب رئال مادرید خواهد داشت و باید رهبری خط دفاعی رئال مادرید را بر عهده بگیرد. سرمربی تیم فوتبال پاریس سن ژرمان در مورد ماندن ستاره فرانسوی این تیم اظهار بیخبری کرد. ماوریسیو پوچتینو سرمربی آرژانتینی پاریس سن ژرمان اعلام کرد که از وضعیت کیلیان امباپه سوپر استار فرانسوی بیخبر هست. از قرارداد کیلیان امباپه ستاره 22 ساله پاریس سن ژرمان تنها 12 ماه باقی مانده است و هنوز خبری از تمدید قرارداد او با پاریس سن ژرمان نیست. مهاجم سابق موناکو پیش از این اعلام کرده بود که آینده برای خودش پس از سال 2022 در پارک دو پرنس نمی بیند و می خواهد به یک از تیم های بزرگ اروپایی بپیوندد.
رئال مادرید یک از مشتریان پروپا قرص امباپه هست و علاقه آنها به این بازیکن بر هیچ کس پوشیدن نیست. ماوریزیو پوچتینو سرمربی سابق تاتنهام در گفتگوی با پاری سن ژرمن درباره آخرین اخبار در مورد امباپه گفت یک سال دیگر از قرارداد امباپه باقی مانده و این کاملا روشن هست. او بازیکن ترکیبی ماست و ما با او همان گونه مثل قدیم رفتار خواهیم کرد. شرایط متفاوت است اما هر چیزی میتواند در تصمیم نهایی او تأثیر داشته باشد. نمایندگان باشگاه و امباپه با هم در تماس هستند. البته این مذاکرات در شرایط مخصوص انجام میشود. باید به شما بگویم که کلیان درباره این موضوع تاکنون با من صحبت نکرده است. باشگاه رئال مادرید قصد دارد تا با فروش چند بازیکن دیگر وضعیت مالی خود را بهبود ببخشد. راموس، واران و ابراهیم دیاز فعلا سه بازیکنی هستند که در این تابستان از رئال مادرید جدا شدند و آلابا تنها چهره تازه رئال مادرید هست. رئال مادرید 27 بازیکن در لیستش دارد که به گفته ABC حداقل 4 نفر باید بیرون بروند که 6 نفر در لیست فروش قرار دارند. به گفته این منبع در حال حاضر یوویچ، وایخو، اسکو و سوبایوس در لیست فروش رئال مادرید قرار دارند. با جدای وایخو به نظر میرسد که گیلاب و چوسید میتوانند گزینه تبدیل شدن به مدافع میانی چهارم رئال مادرید باشند. با این 4 نفر باید اودریوزولا را هم اضافه کرد که با حضور کارواخال و لوکاس جایی در رئال مادرید ندارد و اگر پیشنهاد خوبی برای انتقال قرضی یا قطعی برسد از رئال مادرید می روند. نفر ششم نیز کوبو هست که عملکرد درخشانی در المپیک داشته است اما پر بودن سهمیه غیر اروپایی باعث می شود که جایی در رئال مادرید نداشته باشد و مجبور باشد تا یک سال دیگر قرضی از رئال مادرید برود. در حال حاضر وینیسیوس، رودریگو و ملیتائو غیر اروپایی رئال مادرید هستند که اگر وینی در یک ماه آینده بتواند پاسپورت غیر اروپایی را بگیرد جا برای توکه باز می شود. ABC گزارش داده است که بین 6 نفر باید هازارد و گریتپل را هم اضافه کرد که اگر پیشنهاد خوبی داشته باشند رئال مشکلی با رفتنشان ندارد تا از پرداخت دستمزد بالایشان معاف شود. از سوی آسنسیو دیگر بازیکن خوبی است که اگر پیشنهاد خوبی داشته باشد امکان فروش او وجود دارد. از سوی رئال مشکلی ندارد تا مندی را با مبلغی که برایش هزینه کرده یعنی 50 میلیون یورو بفروشد. گریزمان، لیندلوف، تبادلی که یونایتد با دنبال آن هست. گفته می شود که منچستر یونایتد به بارسلونا پیشنهاد تبادل آنتوان گریزمان و ویکتور لیندلوف را داده است. بارسا در تلاش است تا صورت حساب دستمزدهای پرداختی خود را کاهش دهد و در همین راستا علاقمند است تا آنتوان گریزمان را در این تابستان به باشگاه دیگری بفرستد. در هفته‌های اخیر صحبت‌هایی از بازگشت ستاره فرانسوی به اتلتیکو مادرید مطرح بود و بارسا قصد داشت گریزمان را با ساول نگه ستاره روخ بلونکو معاوضه کند. اما اکنون گل دیجیتال گزارش کرده است که تبادل با اتلتیکو مادرید باید است که اتفاق بیفتد و بارسلونا توجه خود را معطوف به منچستر یونایتد و تبادل گریزمان با ویکتور لیندلوف کرده است. یونایتد قرارداد با ادینسون کاوانی را برای یک سال دیگر تمدید کرد اما تصور می‌شود که آنها مهاجم دیگر را نیز در کنار او می‌خواهند. لیندلوف فصل گذشته به طور مرتب در کنار کاپیتان هری مگوایر از ابتدا برای منچستر یونایتد باز زمین می‌رفت و به همراه این تیم در لیگ برتر دوم شد. ملی پوش سوئدی از زمان ورود به اولترافورد از بنفیکا در سال 2017 به طور منظم در ترکیب شیاطین سرخ حضور داشته است. اما پیوستن رافائل واران مدافع سابق رئال مادرید به منچستر یونایتد احتمالاً بدان معناست که لیندلوف جایگاه خود را در ترکیب ثابت یونایتد از دست خواهد داد. جدای گریزمان با بارسلونا اجازه میدهد تا قرارداد جدید لیونل مسی اسطوره باشگاه را که از نظر فنی در حال حاضر یک بازیکن آزاد هست به ثبت برساند. گریزمان در بازیهایی که در تمامی رقابتها برای بارسا تا به امروز انجام داده 20 گل به ثمر رسانده اما زمان انتقال 120 میلیون یورویی اش به نوکم هنوز نتوانسته به طور کامل در ترکیب بارسا جا بیفتد.